ساختن فرهنگ صلح‌جویانه فرایندی خلاقانه است که از تخیلمان سرچشمه می‌گیرد. مفهوم سازی صلح به عنوان چارچوبی برای تعاملات انسانی نیازمند صورتبندی نقشی خلاقانه بر بوم زندگی است. امروز بیش از هر زمان در میان بحران‌های همه جانبه و شدید، نقش هنر خلاقانه به عنوان وسیله‌ای برای شکل‌دهی به یک جهان صلح‌آمیز به طور گسترده‌ای شناخته می‌شود. چگونه هنر می‌تواند در زمان بحران و تجزی به ایجاد همبستگی محلی و جهانی کمک کند؟ چگونه هنر می‌تواند ساختارهای نابرابری، خشونت و سرکوب را متحول کند؟ هنر و علم ابعاد روحانی و جسمانی حیات انسان در این عالم را نمایان می‌سازند و رابطه نزدیک و همراستای میان قابلیت خلاقانه برای مجهودات هنری و دستیافته‌های علمی را نشان می‌دهند. هنرمندان و دانشمندان هر دو بر فکر اولیه به عنوان مدلی برای خلاقیت متحول کننده تمرکز می‌کنند. اقدام خلاقانه در متعالی ترین شکل خود، کادیلسکوپی از راه حل‌های ممکن برای هر مشکلی باز کرده و دگرگونی عمیق در آگاهی را قادر می‌سازد برای بست هوشیاری از جنبه‌هایی از ابعاد روحانی ما که ممکن است نادیده گرفته شده باشند. خلاقیت ساختارهای عمیق‌تر ذهن، جایی که حقیقت و فضیلت به هم میرسند را ظاهر می‌سازد و بر واقعیت وجودی روح انسان پرتو می‌افکند. خلاقیت از طریق شبح‌های هپنوتیزم کننده خود روح عشق را در عمل ظاهر می‌سازد و قوه مشوق کشش که عناصر متنوع هستی را به یکدیگر پیوند می‌دهد را منعکس می‌سازد. زیبایی متعالی طبیعت است که ما را مانند آهنربایی به سوی خلاقیت، بازسازی و امید می‌کشاند. ایجاد فرهنگ وحدت تنها تلاشی فکری نیست. عمل خلاقانه درگاه‌های تخیل را باز کرده و از قوای درک درونی برای وارد ساختن احساسات شریف و تمایلات متعالی به زندگیمان استفاده می کند. تخیل مخزنی است که مبتنی بر قابلیت روحانی برای ادراک در سطح عمیق‌تر است و نیازمند توجه برای دیدن فراتر از آنچه سطحی و قابل مشاهده است. تخیل به عنوان یک نیروی نامحدود، ابزاری قدرتمند برای ظهور آگاهی در تمام اشکالش است. تخیل فهم ما از سیال بودن به هم پیوستگیمان و وابستگیمان به یکدیگر را افزایش می‌دهد. در عالم عمل، هنر چشم‌اندازهایی از فهم و همدلی را نسبت به سرکوب نشان می‌دهد و از طریق ریتم نظمی شاعرانه تصویری قدرتمند و صلایی اخلاقی برای عمل را برمی‌انگیزد. در قلمروی موسیقی، روح با هجاهای صوتی هماهنگ تعالی و تسکین می‌یابد. و در معماری، هنر مکانی مقدس فراهم می‌کند که زیبایی، حقیقت و تحقیق با یک پارچگی به هم می‌پیوندند. از طریق هنرهای تجسمی، قابلیت برای بازسازی بنیادی فکر به شیوه خلاف عرف تشدید می شود که به شکافهای ذهنی ما می رسد. بدون کمک از نمادسازی برای پرورش فهم مفاهیم انتزائی در تفکر انتقادی و به عنوان وسیله برای برانگیختن پاسخ احساسی به بی‌عدالتی، ممکن است نسبت به رنج انسانها بی تفاوت باشیم. توانایی فهم و احساس نیازهای دیگران نیازمند باز بودن ذهن و قلب است. این برای گفتگو و عمل سازنده ضروری است. بدون خلاقیت نمی توانیم تغییر سازنده را تصور و آرزو کنیم. بنابراین چطور شروع به تصور دنیایی کنیم که در حالت صلح پایدار است؟ از طریق
تخیل سازنده میتوانیم جریان تعاملات انسانی را از چرخه های مخرب به چرخه های سازنده‌ای از روابط شرافتمندانه و محترمانه تغییر دهیم. خلاقیت چرخه های تکرار را میشکند که برای تحول ضروری است و مسیری برای باز تعریف مفاهیم و تقویت گذار مثبت و صلح آمیز باز میکند. خلاقیت دریای بیکرانی از شهود، الهام، بصیرت، تخیل و نوآوری که با تنوعی فراوان از طریق ابزار توانایی‌های شناختی ما ظاهر شده، محوریت هنر خلاقانه در تغییر سازنده و مؤثر را تأیید می‌کند. صلح حالتی درونی است که باید در تار و پود زندگی تنیده شود. ایجاد صلح کوششی هنرمندانه.